همینان ارجمند گرامی آقای رهی معیری یک شخصیت و چهره درخشانی است در ادبیات ما. ما به خصوص به ادبیات عشقم که موسیقیایی داریم میپردازیم، یعنی به ترانه‌ای که یا شعری که روی ملودی ها، روی آهنگ هایی که آهنگسازان بزرگ ساخته بودن، این آقای رهی معیری شعرهایی به این زیبایی خاطر انگیز رو سروده و روی اونا قرار دادن که خوشبختانه اکثر این کارها موجوده. داشتم راجع به گلهام صحبت میکردم، خوشبختانه آقای بابک بختیاری هم روی خط هستن. عرض کردم آقای بابک بختیاری خدمت بینندگان ارجمند که رهی در برنامه گلها در کنار داوود پیرنیا بود که بنیانگذار برنامه گلها بود، و بعد از اینکه آقای پیرنیا بیمار شد، بیمارستان رفت، بعد از 10 سال دیگه خودشو کنار کشید، آقای رهی معیری کماکان فعال بود، با آقای محمد میرنقیبی گلها رو دنبال کردند تا رسید به حتی زمانی که رادیو تلویزیون ادغام شد. وقتی رادیو تلویزیون ادغام شد، به طور کلی برنامه گلها تغییر پیدا کرد و عرض کنم که با آمدن آقای هوشنگ ابتهاج، تمام اون برنامه گلها که گلهای جاویدان، گلهای رنگارنگ، شاخ گل، برگ سبز، گلهای صحرایی، خود آقای ابتهاج در یک گفتگویی عنوان کرد که ما اینا رو یک کاسه کردیم، نامش رو گذاشتیم گلهای تازه. که البته این بحث در بین هنرمندان برنامه گلها عرض کنم که در گرفته بود، خیلی ها معتقد بودن که ضربه خورد به برنامه گلها. حالا چون راجع به آقای رئیس صحبت میکنیم، اجازه بدید که با آقای بختیاری هم صحبت کنیم، ببینیم که آقای بختیاری که عرض کنم که هنرمندی است که میهنان ارجمند، خب از شاگردان ممتاز استاد پرویز یعقی بوده، تحقیقاتی در زمینه موسیقی خودش کرده، به هر حال یکی از علاقمندان و عاشقان این هنره. آقای بختیاری درود بر شما. سلام دارم خدمتتون جناب توفیقی، خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون، همه هموطنانم، همه عاشقان و شیفتگان و دلباختگان موسیقی اصیل ایرانی در سرتاسر دنیا. عرضم به خدمتتون با این مقدمه ای که حضرت عالی فرمودید درباره رهی، و در حقیقت 2 هفته پیش که سیری انجام دادیم بر زندگی مرحوم استاد رهی معیری، خب برای علاقمندان به موسیقی در بخش ترانه سرایی و غزل سرایی که رهی به اون خیلی مشهور بود، قسمت هایی روشن شد. اما الان من دیدم که شما اشاره فرمودید به مدیریت برنامه گلها. مرحوم داوود پیرنیا تا آبان ماه سال 1344 به مدت 10 سال تموم، یعنی نوروز 34 تا آبان 44، تصدی برنامه گلها رو به عهده داشتن ایشون. بله درست. خب درخشان ترین آثار گلها رو ما شاهد هستیم که حضرت عالی، خب من گفتم بارها، اگر من خوندم یا در حقیقت از زبان اساتیدم شنیدم، جناب عالی همه رو به چشم خودتون دیدید. بعد از مرحوم پیرنیا، خب چون بخش مختلفی بود برنامه گلها، برنامه گلهای جاویدان، رنگارنگ، برگ سبز، صحرایی که کاملا مختص به موسیقی محلی بود، و شاخ گلها، واقعا اداره برنامه گلها کار هر کسی نبود. درسته. مرحوم استاد رهی معیری این مسئولیت رو با اینکه تقریبا من فکر میکنم اون موقع، یعنی بین 44 تا 47 3 سال تموم که رهی مدیریت گلها رو داشت، در آغاز بیماری بود و این سرطان در حقیقت در بدن واقعا پر از احساسش داشت نقش میگرفت، با معاونت زنده یاد استاد محمد میرنقیبی این برنامه رو قبول میکنه. خب در زمان رهی هم، گرچه واقعا درخشان ترین زمان گلها زمان پیرنیا بوده، اما به انصاف اگر امروز واقعا بخوان به مقام قضاوت بشینیم، در دوره رهی هم آثاری ضبط شده که واقعا از لحاظ فنی موسیقی، از لحاظ آهنگسازی، از لحاظ تلفیق، از لحاظ ترانه سرایی، از لحاظ تکنوازی که بزرگان در حقیقت گلها
تک نوازان ارشد گلخامس لطف‌الله مجد برزنده یا حفی تجویدی و امثال هم فعالیت داشتن. در اون دوره هم ما آثار زیبایی به اصطلاح شاهد هستیم. من خودم هست استاد فرزید یا حفی میگفتن در دوره‌ای تقریبا اوایل سال 44 آقای تسلیمی که به اصطلاح بله معاونت دکتر تسلیمی بله سازمان رادیو رو میتونی که به عهده داشتن بله ما عهده داشتن بله بخشنامه کردن به همه آهنگسازان که من جمله من یعنی آقای یاحقی، آقای بدیعی، جناب استاد مهندس همایون خوردم و استاد علی تجویدی بخشنامه کردن که مردم از صدای دلکش و مرزی خسته شدن سعی کنید خواننده جدید تربیت کنید و معرفی کنید. بله استاد فرزید یاد این فرمودن که من خانم محسنی رو معرفی کردم، آقای بدیعی خانم رویا رو معرفی کردن، استاد علی تجویدی خانم همیرا رو معرفی کردن و آقای مهندس همایون خوردم خانم پروین. یعنی در یک دوره که باز این میخوره به در حقیقت دوره ریاست مرحوم رهی، ما ببینیم خواننده هایی در مکتب اساتید موسیقی ایران و شاخصان برنامه گلها تربیت میشن که دیگه از تقریبا 44 به بعد دوران درخشندگی جدیدی در عصر خوانندگی تقریبا پیدا میشه. خب خانم همیرا با اثر صبران عطا کن در سال 44، خانم محسنی سال 45 با اون آنکه دلم را برده خدایا 420 بله 46 آزاده ام، خانم هایی که با استاد علی تجویدی، آقای مهندس همایون خرم که آثاری که با کلام استاد نهباب صفا، تورج نگهبان و استاد معین کرمانشاهی، هر کدوم ما میبینیم که درخشش خود شده. خانم رویا هم که با استاد حبیب الله بدیعی در یک دوره‌ای با کلام ویژن ترقی بهادر یگانه آثاری رو خلق میکنن که اینها همه در زمان ریاست استاد رهی معیری با در حقیقت معاونت میرنقیبی هست. 47 که رهی در حقیقت از دنیا میره، به مدت خیلی کوتاه ریاست برنامه گلها به استاد پیشمان بختیاری در حقیقت واگذار میشه، باز با معاونت استاد محمد میرنقیبی. بله تا 50 که دیگه اصلا همونطور که جناب عالی اشاره کردید آقای هوشنگ ابتهاج میاد و کلن اصلا این ترکیب گلها رو میریزن به هم که استاد فرزیدی حافظ خودشون شخصا به من میگفتن من به شدت با این قضیه مخالف بودم، مرحوم بنان به شدت مخالف بود، استاد بله. جواد معروفی به شدت مخالف بود، به خاطر اینکه اصلا اون طرز تفکر و آرایش و چیدمان و رهبری که مرحوم پیرزیا چیده بود اون حالت به هم ریخت. گلهای جاویدان حضرت عالی خودتون مفضل هستید اصلا اختصاص داشت به معرفی و تفسیر ادبی با موسیقی که استاد لطفعلی صورتگر نمونهش زندگی نظامی یا صنایع رو مورد بحث قرار میداد، استاد علی دشتی در مورد مولانا همراه با تکنوازی و بخشهای مختلف آواز در چند دستگاه مختلف. بله درست. گلهای رنگارنگ اثری بود یکی از بزرگان آهنگسازان در ابتدا پخش میشد، غزل آواز با تکنوازی دوباره همون اثر در انتها پخش میشد. بله برگ سب ترانهی درش وجود نداشت، نه فقط در حقیقت متنی بود از یکی از شعرها که خانم روشنک یا خانم پژوهش پیروزه امیر معز اون رو قرائت میکردن و بعد هم غزل آوازی بود که استاد ادیب استاد بنان حالا هست بله برگ سبز خیلی ها. آقای بختیاری برگ سبز بخوایم بگیم، برگ سبز میدونید که آقای شجریان، استاد شجریان اجرا میکرد، عرض کنم محمودی خانساری، اکبر گلپایگانی و عرض کنم که حتی من یادم یکی دو برگ سبز رو ما یک خواننده مذهبی داشتیم به نام سید جواد ذبیحی که در برنامه برگ سبز بله ایشون هم چندین برنامه برگ سبز اجرا کردن، فوق العاده بود. برگ سبز از اونجایی که خود داوود پیرنیا به هر حال یه مقدار یک گرایشی به یک مکتب خاص مذهبی داشت، اگر توجه کنید در انتهاش هم عرض کنم که مطلبی رو عنوان می‌کردن، یعنی وقتی می‌خواستن برنامه رو تموم کنن گفتن علی یار شما، این دقیقاً به خاطر من هست. بله ولی آقای بختیاری ببینید وقتی که آقای رهی معیری در برنامه گل‌ها بودن و میرنقیبی عزیز یه مدتی من یادمه
استاد حبیب الله خان بدیعی صمیمانه با اینا همکاری میکرد. یعنی علاوه بر اینکه خانم رویا رو معرفی کرد، خب آهنگای زیبایی هم آقای بدیعی ساخته که خیلی خواننده‌ها اجرا کردن، آقای بدیعی نقش اساسی در گل‌ها داشت. و متاسفانه روی شما فرمودید زمانی که رادیو تلویزیون ادغام شد، به نظر من یه مقداری کم لطفی شد، یه مقدارم که زیاد در مورد هنرمندانی که علل اصول اینها هم میتوانستن تاثیرگذار باشن، هم میتوانستن آثار فوق العاده زیبایی بنویسن. با توجه به اینکه دستگاه‌های رادیو دیگه مدرن شده بود، ما حتی دستگاهی آورده بودیم که به اصطلاح اون زمان بچه‌ها میگفتن که این باندهای مختلف داره، استریوفونیک ضبط میشه و خیلی کار ساده کرده بود. ولی متاسفانه بساط برنامه گل‌ها رو به دلایلی عرض کنم به هم زدن. یک واقعیت قضیه است، وقتی عرض کنم که سیاست وارد هنر میشه، آقای بختیار گرامی قبول بکنیم که هنر لطمه میخوره. متاسفانه آقای ابتهاج با توجه به علاقه‌ای که به موسیقی داشت، خب میدون که آقای ابتهاج نه سازی مینواخت، شاعر بود، شاعر بسیار خوبیه، شعرهای فوق العاده زیبایی داره. آقای ابتهاج هم به هر حال احاطه شده بود توسط چند تنی که اونها یک گرایش‌های سیاسی خاصی داشتن و علل اصول با اون مکتبی که پرنیا در واقع ایجاد کرده بود و با تجمع اون هنرمندان، اون گروهی که بودن، خب یه مقدار نسبت به اونها با نظر منفی نگاه میشد. یک واقعیتیه و لطمش رم برحال موسیقی ما خورد. یعنی بسیاری از کار کردن محروم شدن، همون زمان خانه نشین شدن. بعد که خب رژام مذهبی بر سر کامد که علل اصول میدانید که اینا با موسیقی هیچ گونه الفتی به اون صورت ندارن، مگر یک بخش خاصی رو که اون رو تقویت میکنن. این خواستم در تکمیل فرمایشات شما عرض کنم که جوانها بدانن که چرا برنامه گلها در اوج شکوفایی خودش به ناگهان جلوی صد دمانه گذاشتن. بهانه‌اش هم این بود که دیگه عبادی، در که عبادی هنوز زنده بود، محجوبی نیست، ولی شخصیت مثل مرتضی خان محجوبی اگر از دنیا رفت دلیل نمیشود که اون کار فوق العاده زیبا به بهانه این جلو صدمانه ایجاد کنم. من یادمه آقای بنان در یک گفتگوی اشاره کرده که وقتی رادیو تلویزیون در هم ادغام شد، ما هم دیگه گلها رو بوسیدیم و بازنشسته شدیم، رفتیم کنار. البته اینو طنزگونه گفته. انسان آگاه ایرانی در میابه که چه معنی و مفهومی در این کلام استاد غلام حسین خان بنان موجوده. ببخشید داشتم اینو میگفتم. بله. خواهش میکنم جناب دکتر، کاملا فرمایشتون متین. من این نکته رو با اجازهتون فقط اضافه بکنم، شاید جوانا ندونن. ببینید، مرحوم استاد داوود پیرنیا ویولون نواخت، شاگرد استاد ابوالحسن صبا بوده. من نواری دارم. بله. نواری دارم که مرحوم پیرنیا در اون سخن گفته و زنگ شطور استاد ابوالحسن صبا رو با ویولون نواخته. بله. در ابتدای اثر اعلام میکنه که من هر چی در عالم موسیقی دارم از استاد ابوالحسن صبا است. من میخوام دین خودم رو به طور خصوصی ادا کنم. بعد قطعه زنگ شطور رو با ویولون مینوازه. پیرنیا به خاطر مسئولیت های اداری که داشته و دولتی که داشته، متاسفانه از سال 1321 به بعد کم کم موسیقی رو به طور حرفه‌ای نزد اساتید زمان ادامه نمیده. اگر نه ویولون می نواخته، پیانو می نواخته و جالب اینه بهتون بگم آهنگ می ساخته. ما اثری داریم در همون برنامه گلهای رنگارنگ به نام در کفت دلی در بیات ترک که در ابتدا، حالا این مرد اینقدر متواضع، اینقدر متین و روح بزرگی داشته، نمیخواسته خودش رو به عنوان موسیقیدان معرفی کنه که اثر در کفت دلی رو با صدای استاد حسین قوامی آهنگش از مرحوم داوود پیرنیا ساخته شده. آقای جاحتی به من میگفتن به فرض من سر ضبط که میرفتم به من میگفتن پرویز امروز یه دونه قطعه تکنوازی با آواز ازت میخوام در سگاه دوسوری، امروز یه همایون ازت میخوام سیکورون، یا یه دونه افشاری میخوام عزیره. یعنی ببینید آقای پیرنیا کاملا با شاد ویولون آشنا بوده، کاملا با گامهای موسیقی ایرانی آشنا بوده، دستگاه ها و گوشه ها رو میشنفت. خب شما میدونید چه کمکی میکنه مرحوم ردی هم که تران سرا بوده، اصلا در حقیقت وزن اون سیلاب لطفای موسیقی ایرانی گوشه ها کاملا اینا رو میشنفت. ولی آقای ابتهاج
غیر از اینکه حالا در فن ادبیات شاعر برجسته‌ای هستم، متأسفانه نقد استاد پرویز یحیی و امثال هم همین بود که آقای استاد تخصصی در موسیقی و شناختی از موسیقی ایرانی نداشتن، به خاطر همینم دوچار رکود شد برنامه دوها. بله، عرض کنم که واقعا شما درست اشاره کردید. داوود پیرنیا بزرگترین هستشون بود که مشبق هنرمندانی بود که در واقع میدونست، چون خودش اهل موسیقی بود، خودش دستی در نواختن ساز داشت و چقدر در زمینه شعر آگاه بود. آقای بختیاری، بینندگان ارجمند، دوستان جوان ما باید بدونن ماها واقعا در زمانی که این برنامه اجرا میشد با بسیاری از شعرهای کلاسیک ایران آشنا شدیم. حالا یک بخشی داره که واقعا یک بخشی داره که آهنگ‌های محلی رو که چگونه در برنامه گنجوندن که اون مفصل اون رو یک هفته راجبش بحث خواهیم کرد و نمونه‌هایی خواهیم آورد. یعنی میخوام بگم دامنش انقدر وسیع بوده و تشخیص میداده. خود بیژن ترقی وقتی اولین بار آقای پیرنیا رو میخواد و میبینه که تا چه اندازه‌ای واقعا در زمینه ترانه‌سرایی تواناست، یک برنامه نوروز داشتم، خود آقای ترقی گفت، آقای پیرنیا گفتش که بیژن جان ببین یه شعری میتونی انتخاب بکنی که مناسبت داشته باشه با اول نوروز. بعد بیژن با اینکه خیلی جوان بوده یه شعری میده، میگه انقدر آقای پیرنیا خوشش اومد به من گفتش که این از کدام شاعره؟ میگه من با کمال بسفروتنی گفتم قربان این یکی از غزلهای خود منه. خب شما نگاه بکنید ببینید داوود پیرنیا با اون تجاربی که میداشت چگونه شعرهای جوان رو دعوت به همکاری میکرد. اما متاسفانه زمانی که در واقع رادیو تلویزیون ادغام شد خیلی سختگیری ها شد راجع به هنرمندان جوانتری که میباید میمدن. فقط عرض کنم که نگاه به یکی دو چهره بود که هنوزم عرض کنم که دوستان جوان من میبینن که در یوتیوب در این اینترنت گاهی وقتا من میبینم فقط تکیه رو اون دو سه شخصیته، در حالی که ما شخصیت‌های فراوانی داشتیم که در زمینه موسیقی، آهنگسازی، اینا فوق‌العاده دست بالا رو داشتن. ما فهرستوار اشاره کردیم. آقای بختیاری عزیز، من می‌خوام اینجا از شما هم خواهش کنم گوش کنید. ما یک اثری در همین آمریکا می‌خوام بگم که ببینید هنرمند جوان ما آقای لقمان عتمی اینجا بودن و بعد یک روزی به من زنگ زدن گفتن که فرد اونجا من یک اثری نوشتم به یاد رهی، یک حالت برنامه گل‌هاست، بعد دنبال خواننده‌ای می‌گردیم که این رو اجرا کنه. گفتم که چرا پیش ستار نمیری؟ چون یادم یه تجربه‌ای داشتم از استاد عرض کنم که بدیعی، بعد نه استاد بدیعی که آخه یه سفری کرد امریکا اینجا یه گل‌های در غربت نوشت که من خودم متنشو گفتم، خانم مهرسی ترانه‌شو خوند و آقای ستار آوازشو. گفتم لقمان جان ستار یک همچین توانایی داره، وقتی شخصیتی مثل بدیعی او رو برمیگزینه برای یک همچین برنامه به نام گل‌های غربت، توانایی اجرا رو داره. اتفاقا این اثر رو لقمان عتمی فوق‌العاده زیبا به یاد رهی نوشته با ارکستر سمفونی لس آنجلس، این رو خودش اجرا کرده، تکنوازی و ویولن هم خودش کرده. من می‌خوام خواهش کنم شما بشنوید آقای عرض کنم کشورتی عزیز، کار لقمان عتمی به نام عشق مشهوره و بدونیم که جوانترا در غربت اساتید رو فراموش نکرده بودن. من فکر کنم بعد از این انقلاب لقمان اولین کسی بود که به یاد رهی اومد چیز نوعی خلق کرد، آهنگ جدیدی ساخت روی اشعار استاد رهی معیری. لقمان گرفتار بود، انشالله در یک فرصتی با او صحبت خواهیم کرد. اگر بله واقعا نه فوق العاده کار زیبا تنظیم شده و ساختن آهنگ. خب اولا که جناب توفیقی روی شعر به اصطلاح سخته، یعنی دست آهنگساز بسته. بله درسته. لقمان عتمی بی نظیر واقعا، هم این دشتی همون همایونی که ساختن هر جفتش با اشعار رهی بسیار بسیار زیبا، اجرای خیلی خوب و بله. آقای ستار هم که انصافا سنگ تمام گذاشتن بله. با اون سابقه که حضرت عالی اشاره فرمودید با استاد حبیب‌الله بدیعی و خانم مهرسی و در این اجرا واقعا حق مطلب رو ادا کردن و بعد از سالها وقتی که این دو اثر، من خاطرم هست که به صورت کاست و سی‌دی منتشر شد با کلام حضرت عالی، یاد رهی رو در ذهن به حقیقت تمام عاشقان موسیقی ایرانی و به ویژه جوانانی که حالا سالها بود غیر از برنامه های اصلی گلها اثری با این حال
بله این واقعیت قضیه است که آقای بختیاری گرامی، خب خود شما هنرمندید، خود شما میدونید به قول مشهور سوت دل حال سوت دل دارد. اینه که بعضی ها یک جوری قضاوت های نادرست میکنند علل اصول، بعد بدونن که نخیر آقا در خارج از ایران جامعه هنری ما همچین بیکار نبوده، آثار فوق العاده زیبایی اساتید ما اینجا نوشتن، استاد جانبخش بازوکی کارهای فوق العاده زیبایی نوشته در همین امریکا، توسط هنرمندان اجرا شده، هنرمندان بسیار بسیار خوبمون، و خود لقمان عتمی یکیشه که نه ما به عنوان نمونه پخش کردیم. دوستان عزیز گرامی داریم عرض کنم که با آقای بختیاری هم صحبت می‌کنیم. هفته پیش آقای بختیاری خواستیم یک اثری رو بشنویم با کلام رهی، البته از استاد مهدی خالدی بود، به نام به کنارم بنشین، که خود خالدی هم رو خیلی دوست می‌داره و رهی هم اشاره کرده در صحبتش به همین اثر، و چقدر بانو دلکش، روان شاد با توانایی. من همیشه اینو گفتم آقای بختیاری ببخشید، من میگم بانو دلکش مثل سوارکاریه که اسب مهار میشه توسط این، یعنی یه موقع دیدید بعضی از کارهای بانو دلکش رو خب بعضی‌ها میخونن از موسیقی عقبن، ولی دلکش وقتی میخونه شما احساس میکنی با چه قدرتی احاطه داره، به هم به کلام هم آهنگ رو چقدر خوب دریافته. نمیدونم این نظر شخصی منه، من کارشناس موسیقی. بله بله، صد در صد ساخته استاد مهدی خالدی است. من جناب توفیقی، بله، یک دقیقه با حضرتون در این تکمیل سخنان حضرت عالی بگم. بله بله، در واقعا بله زحمات استاد جهانبخش پازوکی، بله، استاد محمد حیدری، بله، استاد صادق نجوتی، عرضم به خدمتون جناب استاد فرید زولان، بله، همه بزرگانی که در این سالها، بله، اونجا زحمت نکشیده بودند، دلوقتي، در کنار بزرگانی مثل خانم هایده، خانم همیرا، خانم مهدی و خیلی از اشخاص دیگه، آقای ستار، بله، زحمت نکشیده بودند. جناب لقمان عطمی، عرضم به خدمتون، خیلی ها، بله، واقعا نیستن، این زحمات رو نکشیده بودند، امروز عرض میکنم ما چیزی به عنوان موسیقی واقعا اصلا با توجه به شرایطی بود همش از بین رفته بود. بله، چی باقی نمونده بود؟ بله آقای بختیاری، در میانه فرمایش حالا ما راجع به موسیقی مدرن و پاپ صحبت نمی کنیم، وگرنه اگر راجع به پاپ بخوام صحبت کنیم، زحمات استاد حسن شمایی زاده که واقعا یکی از آهنگسازان توانای ما هست. همینطور، بله، واقعیت قضیه اینه، و حتی یه شخصیتی ما داریم، من یادم جوانیاش در ایران عرض کنم فامیلی دیگری می داشت، اینجا به نام بابک رادمنش در اروپا فعالیت میکنه. بابک رادمنش هم خودش شعر میگه و هم ملودی رو خودش میسازه، فوق العاده برای بسیاری از هنرمندان ما کارهای زیبایی ساخته. اون احتمال یه برنامه اختصاص خواهیم داد، نگاهی به شخصیت هایی که در غربت توانستن در این زمینه بسیار کوشا باشن. خب اگر شما موافقت بفرمایید امیر جان، چقدر ما فرصت داریم؟ وقتمون هم اندکه، باید خداحافظی کنیم، من شما بنشینیم و صدای بانو دلکش رو گوش کنیم، اثر زیبای روان شاد، زنده یاد مهدی خالدی، شخصیتی که همیهنان ارجمند برای نخستین بار در آهنگسازی دگرگونی ایجاد کرد با ترانه نشاط یا آمد نوبهار که اون ریتم جدید رو وارد موسیقی ما کرد. خب آقای بابک بختیاری عزیز، خیلی ممنونم، با شما هم خداحافظی میکنه، شما هم این آهنگ رو بشنوید، به کنارم بنشین. بله حتما، در بله، همایون ساخته، بله، استاد مهدی خالدی و عرضم به خدمتتون کلام استاد رهی معیری. من انشاءالله جان توفیقی هفته آینده جوانانی که واقعا امروز با توجه به بله حقیقت ناشرایطی هایی که دارن، بله، دیدیت هایی الهاز مالی و خیلی مسائل دارن، عاشق برنامه گل ها هستن و دارن. اصلا من مونده بودم در همین هفته اخیر دو سه اثر، یکی از شهر اصفهان، یکی از عراق، آقای جوانی بود حمید شیرانی اصفهان زده بود، عاشق پرویز یا هفته یا سجاد قادری از عراق، افشاری زده بود پشته مکتب پرویز یا هفته و تمام برنامه های گل ها رو اینا حفظ کنند. آفرین آفرین، درود و شرفشون، درود و شرفشون. عرض کنم که شما آقای بختیاری، اگر شما بتونید با بعضی از هنرمندا در ارتباط باشید که با هم گفتگویی داشته باشیم، بسیار خوشحال میشم. قربونتون برم، من از راه دور دستتون رو میبوسم، از همه بینندگانتون خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. خب دوستان عزیز،
ما هم فرصتمون کمه، اجازه بدید که با تشکر و سپاس ویژه از آقای امیر شهرتی کارگردان فنی با ذوق این برنامه با همه شما خداحافظی کنیم. با هم این اثر زیبا رو که بانو دلکش هنرمند توانا خوش صدا با اون وسعت صدا که در مکتب وزیری عرض کنم که دوره دیده بود، خود خانم دلکش به این موضوع اشاره کرده با صدای بانو دلکش. دوستان ارجمند، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. همه ما عاشق سرزمین عزیزمون ایران هستیم، پاینده ایران.